سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با انتشار اطلاعی در خصوص راهپیمایی فردا برای محکوم کردن پاره شدن تصویر آیت الله خمینی در اعتراضات 16 آذر خواستار حضور مردم در آن تظاهرات شد. سپاه اعلام کرد که حضور مردم در این راهپیمایی ضربه کارآمد در کور کردن چشم فتنه و اتمام حجت با سران فتنه‌گر و روسیاهان حوادث و رخدادهای اخیر خواهد بود. در واکنش به این دعوت و همچنین اعلامیه شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی، میرحسین موسوی امروز به سایت کلمه، ارگان رسمی حامیان خود، گفت با توجه به التهاب موجود در فضای جامعه، مجمع روحانیون مبارز و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین کروبی و این جانب، درخواست مجوز برای راهپیمایی جداگانه کرده ایم و هنوز منتظر جواب رسمی به این درخواست هستیم و به نظر می رسد بیشتر به نفع کشور است که به این درخواست پاسخ مثبت داده شود. موسوی کشور را نیازمند آرامش دانست و گفت که از نظر وی فضاسازی روزهای اخیر زیر پا گذاشتن بدیهی ترین موازین حقوقی از سوی مسئولان عالی رتبه قضایی و امنیتی کشور بوده و حرکتی در خلاف جهت ایجاد آرامش است. در همین حال مجید انصاری، یکی از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز، نیز امروز با اعلام اینکه تشکل مطبوعش درخواستی رسمی برای راهپیمایی مستقل به وزارت کشور داده است، گفت که اصلاح طلبان در راهپیمایی برگزار شده توسط حامیان دولت حضور پیدا نخواهند کرد و گفت منتظر دریافت مجوز برای برگزاری تجمع خودمان هستیم. جبهه مشارکت ایران اسلامی که در حال حاضر دفتر آن در تهران پلم شده و تعداد زیادی از اعضای شورای مرکزی و دبیر کل آن در زندان به سر می‌برند، با انتشار بیانیه‌ای به تحلیل رویدادهای 16 آذر پرداخت. با گذشت 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری دهم که در 22 خرداد با مشارکت چشمگیر فعال و پرشور مردم برگزار شد و در پی آن کودتای انتخاباتی به اجرا درآمد، جنبش اعتراضی مردم ایران با شعار رأی من کجاست همچنان ادامه دارد. در این بیانیه اعتراضات دانشجویی 16 آذر به عنوان نمایشی پرشکوه از مقاومت و پایداری فرزندان نخبه این مرز و بوم معرفی شده و همچنین تاکید شده است که 16 آذر امسال نشان داد که پس از گذشت 56 سال از شهادت 3 آذر اهورایی هنوز خون آنها در رگهای دانشجویان جریان دارد. این بیانیه می‌افزاید خواست حاکمیت بر سرنوشت خیش همچنان آرمان اصلی جنبش دانشجویی در پیوند با جنبش عظیم مردمی سبز ایران است. نویسندگان بیانیه با مروری بر روند حوادث 6 ماه پس از انتخابات، سرکوب، ایجاد رعب و وحشت و خشونت و موازی سازی و ایجاد انحراف در جنبش سبز را تاکتیک های حامیان دولت برای مهار، فرسایش و نابودی جنبش عنوان کرده و نوشتند که آنچه حضور پرشور دانشجویان در روز 16 آذر امسال را بیش از پیش معنادار کرد، ناکارآمدی این تاکتیک های سگانه در محدودسازی جنبش بود. نویسندگان این بیانیه همچنین با تاکید بر این که جنبش اجتماعی مردم ایران در حال حاضر با استفاده از تمام تجربه های تاریخ معاصر ایران راه خود را بدون عجله و صبورانه به سوی مقصد طی می کند، خواستار هوشیاری اعضای جنبش و رهبران آن شده و نوشتند تشدید خشونت و سرکوب و به میدان آوردن تندروترین افراد حامی کودتا در روزهای آتی برای برخورد حذفی دور از انتظار نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی روز گذشته در دیدار جمعی از روحانیون در آستانه ماه محرم با انتقاد از برخی افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی که به گفته وی با انحصارگرایی و برخورد حذفی مانع رسیدن جامعه به حد تعادل هستند، گفت اگر برخی فکر کنند با ارعاب و فضاسازی می توانند مسائل را حل نمایند، در اشتباهند و اگر هم به صورت ظاهری آن را حل کنند، پس از گذشت زمان کوتاهی آن موضوع وسیع‌تر از گذشته مطرح خواهد شد. به حفظ اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری را از جمله ضروریات در جمهوری اسلامی دانست و با تاکید بر اینکه همگان باید در مسیر ولایت حرکت کنند، افزود با شناختی که از رهبری دارم، با تدبیر ایشان به شرط همکاری دیگران، مشکلات سیاسی و اقتصادی قابل حل است و
و باید فعالان عرصه سیاسی کشور به دور از هر گونه تندروی ایشان را در این مسیر یاری دهند. هاشمی رفسنجانی در جواب جمعی از حضار که اجازه پاسخ به اظهارات آیت الله یزدی، حسینیان و حمید روحانی علیه وی را خواستار بودند گفت: سالهاست که جواب من به آقای یزدی درخواست شفا برای ایشان است و ارسال سلام. هاشمی همچنین تاکید کرد متاسفانه ایشان بر اثر مشکلات جسمی گاهی دچار عصبانیت می شود و عجولانه اعلام نظر می کند.